سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. چند ساعت پیش توی استوری سوالی مطرح کردم ازتون مبنی بر این که پول بهتر است یا ثروت. خب قبل از اینکه من بخوام به جواب این سوال بپردازم، میخوام به این بپردازم که در مورد چی سوال نکردیم. من منظورم در واقع بحث مادی و غیر مادی نبود، این که ثروت رو غیر مادی بگیریم پول رو مادی. نه، من منظورم پول و ثروت هر دو مادی هست، اون به حال بحث دیگه ای است و جای خودش رو داره. اما بیایم به این بپردازیم که پول بهتر است یا ثروت. باید از این شروع کنیم که اصلا پول و ثروت به چه معنان. خب پول که خب همه میدونیم چیه، وسیله است برای تبادل، در واقع به جای تبادل کالا با کالا از پول استفاده میکنیم. اما ثروت چیز دیگری است. من برای اینکه یکم بسط بدم این موضوع رو، میخوام بگم که واحد اندازه‌گیریشون رو با هم مقایسه کنیم. پول رو بیاین واحد اندازه‌گیریش رو بذاریم دلار، بذاریم ریال، بذاریم هر چیزی، بذاریم یه وزنی از طلا. خب پس واحد اندازه‌گیری پول طلاه مثلا، یا واحد اندازه‌گیری پول دلاره. اما واحد اندازه‌گیری ثروت زمانه، یعنی دقیقه است، ثانیه است، ساله. چطور تعریف میکنن؟ این تعریف رو من از کتاب پدر پولدار پدر فقیر در واقع دارم برداشتم و دارم میگم، و از رابرت کیاسکی. و ثروت رو اینجوری تعریف میکنه که میگه اگر شما امروز همین لحظه دست از کار بکشید، هیچ کاری دیگه انجام ندید، تا کی در واقع میتونید زنده بمونید؟ بحث سروایواله، بحث زنده موندن، بحث زمانه. برای مثال ممکنه کسی 1,000,000 دلار پول داشته باشه، میخوایم پول رو با ثروت مقایسه کنیم، ممکنه کسی 1,000,000 دلار پول داشته باشه اما ماهانه 20,000 دلار هزینه داشته باشه. جور دیگه بگیم شاید سالانه 100,000 دلار هزینه داشته باشه. حالا این هزینه میتونه وام خونه باشه، میتونه هزینه نگهداری ماشین باشه، هزینه خورد و خوراک باشه، هر چیزی. خب این شخص 10 سال بیشتر ثروت نداره. شاید 1,000,000 دلار پول داشته باشه اما 10 سال ثروت داره. اما مقایسه کنید با کس دیگه ای که شاید 10,000 دلار پول داره، هیچی پول نداره، اما دارایی هایی داره که دارن هر ماه بهش پول اضافه میکنن. برای مثال خونه ای داره که داره ازش اجاره میگیره، یا سهامی داره که داره ازش سود میگیره، داره ازش دیویدند میگیره. اگر مجموع این سودهایی که میگیره، مجموع پولهایی که در میاره بیشتر باشه از هزینه روزانه و ماهانش، این فرد ثروتش بی نهایته. شاید 10,000 دلار فقط پول داشته باشه اما ثروت بی نهایتی داره. چرا ثروتش بی نهایته؟ چون که تا بی نهایت میتونه زندگی کنه بدون اینکه کار کنه، هی به پولش خود به خود اضافه میشه، حتی بعد از اینکه خرجشو میده. این ویدیو خب کمی متفاوت تر بود از کارهایی که در بقیه کانالمون انجام میدیم. من یه توضیحی هم حالا در انتهای این ویدیو بدم. ما در واقع کل سیستم ترید بیسینگ اکادمی که شروع کردیم دو بخشه. یه بخش تریدینگه که بیشتر فوکسش روی این کانال هست، این پیج اینستاگرام هستش، و به زودی در واقع یک سمت دیگه ای از این پروژه شروع خواهد شد، سمت اینوستینگ، سمت سرمایه گذاری، و کار روی هوش مالی شروع خواهد شد. اونم حتما به اطلاعتون خواهیم رسوند. بحث جالبی هست. این هم یک نمونه ای بود در واقع از چیزهایی که جنس صحبت هایی که قراره در اون سمت قضیه ببینید. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون، امیدوارم که استفاده کنید. باز نظراتتون رو خوشحال میشم بشنوم. اگر دوست دارین، اگر ما رو دوست دارین، حتما برای ما لایک و کامنت بذارین، باعث انرژی دادن به ما میشه. خیلی ممنون، مراقب خودتون باشین، شب و روزگارتون خوش و خدا نگهدارتون باشه.